باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در واشنگتن گفت زمانی که داعش حملات خود را در عراق تشدید کرد و دولت عراق تازه در حال سازماندهی خود و نیروهای نظامیش بود بسیج شبه نظامیان شیعه برای دفاع از بغداد و دیگر شهرهای عراق به نوعی قابل فهم بود اما اکنون انتظار می رود ایران به حق حاکمیت ملی عراق احترام بگذارد. انتظار ما این است که از این مرحله به بعد هر کمک خارجی برای شکست داعش باید از طریق دولت عراق باشد. این گونه است که شما به حق حاکمیت ملی عراق احترام می‌گذارید. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه انتشار وسیع تصاویر فرمانده نظامی ارشد ایران قاسم سلیمانی در جپه های جنگ با داعش در عراق را پیام نادرستی خواند که نقض حق حاکمیت ملی عراق را تدایی می‌کند. شپه نظامیان حمایت شده از سوی ایران نقش اساسی و فزاینده‌ای در جنگ با پیکارجویان دولت اسلامی داشتند. آقای عبادی در اظهارات خود روز چهارشنبه گذشته از نقش ایران در جنگ با داعش استقبال کرد و افزود: ایران مشاورانش را به جبهه جنگ با داعش اعزام کرده است. آمریکا 3000 نیروی نظامی در عراق دارد که نقش رزمی ندارند. حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه داعش به پیشروی نیروی زمینی عراق در جنگ کمک کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ها به نقل از یکی از فرماندهان نظامی استان صلاح الدین نیروهای امنیتی آن کشور توانستند زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و حمایت شبه نظامیان سنی و شیعه چند روستا در سه کیلومتری بزرگترین پالایشگاه نفتی عراق در شهر بیجی را از داعش پاکسازی کنند. نیروهای امنیتی عراق همچنین توانستند پس از جنگ شدید چند روز گذشته مواضع خود را در شهر رمادی در استان انبار نگه دارند. روزیتای دوست صدای آمریکا